سلام سلام دوستان عزیز، فرانزیک نبوکا شجاع ایران. گفتم یه گپی باتون بزنم. ماشاءالله پیغاماتون زود میرسه، زیاد دوست دارم ببینم هر یک دونش هم نگاه میکنم. اگه نتونم همه رو جواب بدم، بدونین که سعی میکنم یه لایک و یه هارت یه چیز بزنم که بدونین که دیدم. میخوام هر یک دونتون بدونین که مثلا پیغاماتون ببینم، بعد اگه کلش رو نتونم جواب بدم ولی یه ریاکشن نشون میدم که بدونیم. وقتی که چند تا سوال یه تاپیک میاد، یعنی گفتم خب بهتره که سلام دوست عزیز، دوستتون دارم. گفتم الان موقعی که مثل ایران، چون این داستان کرونا و این چیزا، خب احمد روی خود داغون کرده که لبونه، درسته؟ مخصوصا ایرانی هم خیلی اینتنس هم، ما زیاد فوکس میکنیم به چیزهای منفی، بعد همه چیو منفی میکنم، حتی بهترین چیزی تو زندگیمون اونم میخوام منفی کنم. مثل MLM. بذار یه چیز بهتون بگم. بعض از دوستان میگن ما MLM رو خیلی دوست داریم، ما تا الان MLM تو ایران اینه، رندی گفته MLM دده، رندی غلط کرده اینو گفته. خودش 20 سالش غلطی نکرده و وقت میگه MLM دده. کسایی که الان MLM دارن میسازن میدونن اصلا دد نیست. من خودم پا ماه پیش یک کمپانی تو تایلند خریدم، بعد یه دونه کوریر داریم باز میکنیم. MLM اصلا دد نیست. MLM واسه کسی دده که خب اکتیو نیست، اگه اکتیو نباشه دده. پس ولی یه چیز بهتون بگم، طبیعت، تمام قانون، تمام اون ترینینگ فرنزی که من نوشتم رو قانون طبیعته. طبیعت چند قانون داده، هیچ موقع هم از قانونش سوا نمیشه. اون قانون طبیعت تو زندگی آدم هست، تو همه چی، چه تو حالت، چه تو ریلیشنشیپت، رفتارت، تو چه تو کارت، تو همه چی قانونای طبیعت هست. یکی قانون طبیعت اینه که بهش میگیم پیکس اند والیز. پیکس میشه مثلا تپه، والیز میشه مثلا میگم که من فارسی من کیش میشه، خودتون کمک کنیم. دره، تپه و دره، فکر کنم همون درسته. خلاصه این همه چی هست، تو حالمون هست. صبح بلند میشه یه روز حالمون خوبه، یه روز حالمون خوب نیست، یه روز تو مود خوبی هست، یه روز غمگینیم، یه روز با همسرمون خوبیم، یه روز بدیم، با بچه‌مون خوبیم، یه روز با رئیسمون خوبیم، یه روز بد. این همه پیش بگیم پیکس اند والیز. اینو درست جذب کنید بچه‌ها، درست جذب کنید. چون میخوام بگم به MLM، مخصوصا صنعت MLM تو ایران. پس این پیکس اند والیز قانون طبیعته، ما نمیتونیم ازش دریم. خودتون یه روز بلند میشه حالتون خوبه، یه روز حالتون بده. خب یه روز با فامیلتون، همسرتون، بچهاتون خوبین، یه روز خوب نیست، یه روز سر کار خوشحال، یه روز خوشحال نیستین. خب این چیزا تو همه چی هست، تو کارم هست، تو MLM هم هست، تو صنعت من پیکس اند والیز داره. گاهی وقتا پوف مثل جت میریم بالا، بعد میره پایین، بعد دوباره میره بالا. بس این پیکس اند والیز رو نمیتونیم کارش بکنیم، این تو زندگی آدم ها هست. خب یه روز آفتابیه، یه روز بارونیه. خب ما اونو کارش نمیتونیم بکنیم، مهم هم نیست. اتفاقا والتیلیتی چیز خوبیه، والتیلیتی که بالا پایین چیز خوبیه. حالا اون یه روز دیگه. پس ما با چیکار باید بکنیم؟ باید فقط بدونیم که وقتی که ما رو تپه هستیم، رو پیک هستیم، باید یادمون باشه، اونو باید لذتشو ببریم ما، و باید یادمون باشه که بعد از یه پیک چی میاد؟ یه دره میاد، یه ولی میاد. وقتی که تو ولی هست که حالمون گرفته است، باید یادمون باشه که بعد از ولی چی میاد؟ یه پیک میاد، یه تپه میاد. باید یادمون باشه که این بدبختی اینه که وقتی که حالمون بده میخوایم وایسیم. تنها یعنی این پیکس اند والیز 100% و 100% 99% نیست، 100%. یعنی نمیتونی ازش کنار چیز دیگه بشه. تنها راهی که میتونین تو تپه بمونین، تو دره بمونین، اینه که دیگه کاری نکنین، دیگه تکون نخورین، دیگه حرکتی نکنین. بدبختی اینه که وقتی که همچی خوبه، خب ما هم خوبیم،
یه خود که میره پایین بعد دیسکوریج میشه، موتیویشن و دست میگیم همونجا میمونیم، دیگه حرکتی انجام نمیدیم، وقت میگیم خب دیگه نشد. نه، اگر فقط اینو، این قانون طبیعت یادتون نره بچه ها، این قانون رامین مسگلو فورنزیک نتورک نیست، این قانون طبیعته، پیکس ان والیز. خب دنیا اینجوری نیست، درسته؟ خب وقتی که بالا هستیم بدونیم که پایین داره میاد، وقتی پایین هستیم بدونیم بالی بازم بالا داره میاد. اگر تکون بخورین، اگر اومد پایین همونجا بمونین، همونجا دیگه میمونین دیگه. پس هیچ موقع حرکتتون وای نسته. این درسته واسه کار خودتون، تو نتورک خودتون، حرکت خودتون، حرکت تیمتون، حرکت کمپانیتون و حرکت صنعتتون. من میدونم ایران، خودتونم میدونین صنعت ML ایران ترکیده، دیدین بوش. خب بعد یه چیز دیگه هم هست، یه قانون دیگه هم هست واسه این پیکس و والیز. The higher the hills, the steeper the valleys. فارسی میشه هر چی بالاتر باشه اون تپش steep تر بیشتر میره پایین دیگه. خب درش بیشتر میشه. اگه اینجوری باشه خب نه زیاد بالا داریم نه زیاد پایین داریم، درسته؟ اینجوری که میشه اینجوری هم میاد پایین، بعد دوباره میره بالا. پس بدونی الان تو ایران، صنعت ایران، حالا نه فقط ایران ها، کمپانی خودم بهت بگم، اصلا دنیا کلن الان به خاطر این حرکت های دولت های دنیا، همینجا دولت کانادا اصلا چرکمون زدن با این احمق قجبشون، حال ملت رو گرفتن، کلن حال ملت رو گرفتن. الان ملت که حالی ندارن، همینجا اصلا مثلا لاکتان زده بودن، رستوران ها بازم شدن، هیچ کی نمیخواد بره، اصلا حال ملت کلن گرفتن. خب اون به MLM هم اثر میذاره. حتما الان تو ایرانم این صنعت MLM ایران الان داره میره توی خود تو ولی. این یادتون هست دیگه، اونو یادتونه. خب الان داره میره تو ولی، ولی بدونین این باز برمیگرده به بالا 100%. نه که بگین 90%، این 100%. اون سوالی نیست این کی میره بالا، سوال اینه که وقتی که رفت بالا شما توش هستی یا نیستین. سوال اونه. سوال این نیست که اگه صنعت ML تیران بازم بزرگ میشه، اون بزرگ میشه تو دنیا، بزرگ میشه، بالاتر هم میره، به یه تریلیون هم میرسه. سوال اونه که کیا میرسونن اینو به تریلیون، کیا میرسونن اینو به اونجا. واسه همینه من ناراحت میشم یکی میره کتاب بینویسه میگه او MLM این شده اون شده. کسایی که اونا میگن به خودشون غلطی نکردن تو 20 سال. واسه همین فقط یه چیزایی میخوام بنویسن که درآمد لازم دارن دیگه، یه چیزایی میدن بیرون که بدونم، مخصوصا چیزای منفی. خب مثلا اخبار رو نگاه کن دیگه، چیزای منفی خب طرفدار زیاد داره، واسه همون یه چیزایی میدن بیرون که نه کمک به صنعت میشه نه کمک به کسای نتورک میشه. اصلا بذارم کنم اون دایناسور ها، اصلا باید من ریتایر بشن. اگه منفیت ندادن باسه MLM، اصلا اون دایناسور ها بدن اصلا اکستینک بشن به قول معروف. بذارم اقلا ما اون پرچم MLM رو جلو ببریم، بعد زندگی ملت رو عوض کنیم. پس اینو بدونین، آره الان تو دنیا، نه فقط اینجا، تو دنیا حالی ملت گرفته شده، ولی خب اون عوض میشه، عوض میشه. این فقط صنعت ملن نیست، هر نوع بزنس الان پایینه. پس به ملن صنعت ملن پایین نگاه نکنین، همه جا اینجوری شده الان. خب همه جا اینجوری شده، ولی بدونین که گفتم، من وازشو بهتون گفتم، من واز طبیعت رو بهتون گفتم، پیکس اند والیز. اینجا که رسیدی اینجا کویت نکنین، چون 100% باز برمیگرد میره بالا، باز میگین ای چرا این بس ترکید، بریم یه کمپانی دیگه. من بهتون میگم یه کمپانی خوب پیدا کنیم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، این کمپانی هایی که مسئول دارن باشون بمونیم، تو کار تکنولوژی نریم، به خاطر یه تکنولوژی هر 6 ماه عوض میشه. من تو این 32 سال من هزار تا کمپانی تکنولوژی دیدم اومدن، هیچ کدومشون دموم نیومدن. پس بهتره که یه کمپانی خوب پیدا کنیم،
چون یک جنس باشه تا 100 سال میتونه همونو مصرف کنه، همینطور بفروشدش. خب تکنولوژی عوض میشه. پس میخواستم فقط یه خود بهتون حال بدم، این داستان ترینینگ نیست، خواستم بهتون حال بدم. بعضی دوستان از حرفاتون معلوم است، حالتون معلومه که یه خود حالتون گرفته است. میخواستم فقط بهتون بگم که این چیز خیلی معمولیه. دلیلی که ملت کویت میکنم این چیه؟ به خاطر اینکه فکر میکنن خب شاید منم، یا شاید کمپانی منه، یا شاید کشور منه، شاید صنعت ایوانه. ما باید این چیزا به خودمون بگیم که دلیل به خودمون بدیم که کویت کنیم. ما دلیل لازم داریم دیگه. خب یه ما باید یه کیس درست کنیم که بتونیم کویت بکنیم. هیچ کدوم حقیقت نداره، هیچ کدومش حقیقت نداره. من گفتم ما کمپانی خود ما پاسا 2020 بزنس فرم داد ورد دیدیم بالاترین مومنتوم دنیا داشتیم، الان اومده اینجوری شد که رفت بالا، الان اومده پایین. خب ما چیکار میکنیم اینجا که رسید؟ ما اگرسیو یعنی وحشتناک میریم دنبالش که تا اینجوری شد. من شروع کردم نگاه کردن تایلند، بریم اون تو مالزی که تازه الان باشه. نه دیدیم مالزی ما این هفته باز کردیم، کوریا فوریه باز میشه. بعد فکر میکنیم محصول چیه، MLM کدوم کشور ها چیه، چی لازم دارن. ما اینوستمنتمون رو اوناست که بتونیم اینو باز بعدش گردونیم، چون ما راز MLM رو میدونیم. راز MLM راز MLM نیست، راز طبیعته. راز میشه سیکرت دیگه. Peaks and valleys. اینش رو ما دیدیم، اینش هم میبینیم، باز اینش هم میبینیم، باز اینش هم میبینیم. دفعه اول نیست، دفعه آخر نیست. اصلا این شروع فکرشو بکن. خب مثلا بعضتون ازدواج کردین، خب با نفر اول ازدواج کردین، خب با 5 نفر دیگر رو حالا میشناختین قبلا دیگه. من نمیم میشناختین، شخص اول پیشنهاد اول رو که نگرفتین که. شاید حرف خوبی واسه ایران نباشه. ولی خلاصه بگم تو هر چیزی خب پیکس اند والیز ما داشتیم. وقتی که بد بوده چه رستوران بد رفتیم، فیلم بد دیدیم، نمیدونم با کسی که خوب نبود باش دیت رفتیم، خلاصه هر چیزی بد بود وای نستادیم، اون ولی بود دیگه. هی رفتیم تا به شخص خوب رسیدیم، به رستوران خوب رسیدیم، به فیلم خوب رسیدیم. یه چیزی که بگم، به اینجا که رسیدیم کار تموم نشد، باز بعد میگه پایین. فقط یادتون باشه پیکس اند والیز. این چیز خیلی معمولیه. حالا من سیه مدیر عامل کمپانی هستم، مثلا مهم نیست وقتی که به والی میرسه میاد پایین، اصلا مثلا مهم نیست. اونا که بلدن این چیزا رو میدونن. ما ولی الانو با پیک قبلا مقایسه نمی کنیم، ما ولی این الانو با ولی قبلا مقایسه می کنیم. اگه ولی الان دره الان بالاتر از دره قبلی باشه پرفکت، اگه پیک الان گذشت از پیک قبلا بالاتر باشه پرفکت. مثلا مهم نیست که الان مثلا ما الان کمپانی خودمون از پاسا پایین تره، اصلا مثلا مهم نیست. ما نگاه میکنیم ببینیم این ماه امسال با این ماه پارسال چجوریه، یا ولی امسال با ولی پارسال چجوریه. ما چون میدونیم که پیک بعد میاد اونجوری میشه. اگه ولی از ولی قبلی بالاتر باشه پرفکت. مهم نیست که حالا دو ماه بعد بود بزنسمون، اون اصلا واسمون مهم نیست. خلاصه میخواستم یه خورده باهاتون گپ بزنم، بگم بچه ها ناامید نشین، این کتاب های گند هم نخونین. ببین هر کسی که چیز گند میخواد بگه گنده دیگه. آدم حرفای منش از زشت باشه ببخشید دیگه. من 4 سالم بود از ایران اومدم بیرون، اون مثل 4 سالا صحبت میکنم ولی خب فارسیم. ولی دیگه خواستم بهتون بگم زیاد اصلا فکر این چیزا رو نکنین، بدونین که ماشاءالله نگاه کن واو چقدر آدم جمع شد اینجا، اصلا حواسم نبود. فورنزیک استودنت های ما اصلا محشرن، 168 دمتون گرم. اصلا من نه نوتیس بهتون دادم نه هیچی، منتظر پسر گلم هم که بیاد از مدرسه تو ماشین نشستم.
که بعدش دارم بریم با هم یه نهار با هم بخوریم. گفتم حالی که نشستم یه چند به پیغامای اینستاگرامم گوش دادم، دیدم بچه‌ها حالشون گرفته است خورده، گفتم خود تکونشون بدم اینجا، چون ما گاهی وقتا چیزای منفی رو خیلی جذب میکنیم، بعد دوربرم اگه کسی همه منفی باشن تا اون محیط میمونیم، ولی اصلا اون فیلینگ شما دارین اصلا حقیقت نداره، حقیقت نداره. یه دوست واسه من پیغام فرستاد، آره تو این 10 تا پیغامی که واسه من گذاشت حرفای رندی رو 2 دفعه کد کرد. گفتم ببین واسه بزش کنا 25 سال بعد برگرد یه قرار که کاری اونو بتونیم ببینیم. اگه کسی حرف خوبی نداده بزنه غلط کرد، اون حرف رو زده خودش هیچ کار نمی کنه، وقت میده خود کتاب بفروشه. ما هنوز نتورک کردیم، من هنوز خودم نتورکم، هنوز هم تیم میسازم، شما هم تیم میده. ما بازنشست هستیم بخوام کتاب بنویسیم، ما تو فیلد هستیم. اون 20 سال تیم نساخته، به اون کار ندادیم. ما میخوام صنعتمون جلو بره، تیممون جلو بره، کشورمون جلو بره، کمپانیمون جلو بره. پس اصلا واسه خود این کیس درست نکنین، حالا این شخص اینو گفته پس حتما صنعت عوض شد. صنعت MLM ما خیلی بیبیه، هنوز خیلی بچه هست، خیلی بچه هست. تنها فرقی که ایران مثلا کشورهای مثل ایران که MLM هنوز جدیده مثلا تا آمریکا و کانادا اینه که مال ما خب 50-60 ساله، مال شما مثلا 10 ساله. خب پیکس ان ولی های شما اینجوریه، خیلی بالا پایش اینجوریه، مال ما چون 50-60 ساله خود بورینگ تره، اینجوریه، چون خب مچور شد مثل هر بزنس دیگه مچور میشه. ایران هم به اونجا میرسه، 10-20-30 سال دیگه ایران هم مثل کانادا میشه، مثل اینجوری دیگه نیستن، اینجوریه. خب حال من حالا نتیجهش چیه؟ مثلا تو کانادا الان سخته یکی الان بخواد بیاد یه تیم بسازه مثلا 100,000 مایی پولش بشه. نمیگم نمیشه، میگم سخت‌تره، به خاطر اینکه خب این یه صنعتی خیلی مچوره، صنعتی که پخته است، میدونین همه میشناسنش دیگه، هیجانی واسه کسی نداره. کشوری که جدید صنعت، اونان که یه شخص میاد زود میترکونه میره میلیونر میشه. حالا به خاطر اون هیجان دو طرف داره، پیکس ولیز، وقتی میره بالا همه هیجان خوبه، همگه پای همه هیجان بدن. یا خوبن یا بدن، اون میشه والتیلیتی بهش میگیم، والتیلیتی. خب اون والتیلیتی چیز خیلی خوبیه، والتیلیتی چیز خیلی خوبیه، والتیلیتی من میگم والتیلیتی میشه، بهش میگم از وایتالیتی میه، وایتالیتی یعنی زنده است. اگه چیزی که والتیلیتی نداشته باشه یعنی مرده است. هرچی بالاتر و هرچی بیشتر سوینگش باشه بهتره، اپورتونتی بیشتره. ولی خب یکی میگه آه من دوست ندارم ولی که میره پایین. خب من دوست ندارم ولی خب طبیعت اونه، اگه پایین نره خب بالا نداریم، اگه پایین نره بالا نداریم. ما الان شما نه فقط ایران، همینجا کانادا کمپانی من که میبینید، ما تو 204 تا کشور و تریتوری در دنیا هستیم. ما هم الان امسال پاسال پایین تریم، حال دولت کووید هرچی حال ملت رو گرفتن تموم شده، مهم نیست، اون به صنعت کاری نداره. ولی به تو بگم کسایی که کویت میکنن بعدن پشیمون میشن. الانه که شما باید هر واقعی، حالا من چجوری کار میکنم، وقتی که ما الان 16 سالمونه، ما چند تا پیکس ان ولیز ما داشتیم دیگه، وقتی که ما تو ولی هستیم ما وحشتناک بهش حمله میکنیم، تیم رو جمع میکنیم، پرزنت عوض میکنیم، محصول میدیم، میدونم پروموشن میذاریم، این چیزا که نمیذاریم ملت تو این ولی بمونن. میدونیم که این تو این ولی باید تکونشون بدیم تا برسن به پیک بعدی. خب دوستان عزیز، ماشاءالله خط ترکیده، دوستتون دارم. چند تا پیغاماتون هر روز میاد، بعد گاهی وقتا میدم بی حالین، گفتم این تیم فورنزیک که ما تو ایران رو باید بیارشون کنیم. اگه فورنزیک رو دوست داریم بسید من تو چت گروپ بزنیم تیم فورنزیک، که بدونیم که ما مهم نیست ما رو کمپانی هستیم،
الان ممکنه 20 کمپانی رو خط باشه، ما دیگه تیمیم، ما تیم فورنزیک هستیم. فورنزیک هم هدفش اینه که اون صنعت MLM رو به یه جایی برسونه که صنعت دومی مثلا وجود نداشته باشه. ما اون هدفمونه. 32 ساله من کارم اینه دوستان، 32 ساله کار من اینه. اتفاقا یه کار باحال با هم میکنیم. مادر مثلا مادر دیگه چیزایی که نگر میداره آدم گاهی وقتا مثلا میمونه. دیشب نشسته بودم سه تا آلبوم واسه من آورد مال بچگیامون که اصلا از 5 6 ساله تا 10 15 ساله تو 17 18 ساله زمانی که منم تو ML با این چیزا. بعد یه فکر یه نگاه کردم، چون گاهی وقتا یه شخصی میگه خب آقای مسیح شما فرق میکنین اینا، اصلا نمیدونم معنی اون چیه شما فرق میکنین. به خدا من دو تا دست دادم، دو تا پا دادم، یک کل دست، دو تا کل هیچ کدوم فرق نمیکنه. تصمیمامون فرق میکنه. تصمیمامون فرق میکنه. ممکنه موتیویشن من بیشتر بود به خاطر اینکه اون سیچوئیشن که من داشتم بیشتر بدم میومد ازش تا شما. یعنی اینقدر بدم میومد باید عوض میشد. میدونی خیلی ها هستن توی سیچوئیشن خوبی نیستن، ولی خب اونقدر بعدشون هم نمیاد، حالا فقط قولشو میزنن ولی عوض نمیکنن خودشون. من اونا بودم که باید عوض میشد، یعنی اینقدر از سیچوئیشن بعدم میومد. خدا رو شکر، خدا رو شکر به یه جایی رسیدیم، یه خونه قشنگ گرفتم، میخوام بهتون نشون بدم. منشن سر جاشو، اون که رواب سر جاشو، اون جایی نمیره، اون که چیز گشت، ولی یه خونه قشنگ گرفتیم که تلکون میشه، حالا بهتون نشون میدم. هر موقع یه کاری من اونجوری میکنم یادتونم، نه فقط شما توی ایران، کلا ML ما میگم. ببین منم یه آدم شخصی بودم، این عکسام که مادر دیروز جلو من گذاشت، من این عکسا رو نگاه میکردم گفتم از بچگیم به که به 10 15 20 خود پروگرس خودم رو دیدم و خودم پرسیدم از یه کوچ ترینر، گفتم این شخص چه شخص استثنایی. وقتی من مثلا 6 سالم بود به قیافه خودم نگاه میکردم، بعد 10 سالم 15 سالم بود از خودم میپرسیدم این 15 ساله، این 17 ساله، این 20 ساله، این چه فرق میکنه با آدم های معمولی؟ حالا ممکنه یه خود قیافه‌اش بیشتر بود ولی هیچ فرقی نمیکرد واقعا. فقط یه چیزی بود، این بود که باید سیچوئیشنم عوض میشد. اینقدر بدم میومد از سیچوئیشن خودم، تصمیم گفتم یه روز حالا این آلبوم رو میادم. یه چیز هم هست، مادر هم رضا، چون مادر هم یه اتفاقی افتاد تو خونش، بعد گفتم دیگه خونه خواهم بیادش بیرون بذارش تو یه کاندو که خود باسش بهتر باشه. بعد یه کاندو این هفته باسش گرفتم، حالا اونم نشون بدم، یه ریزورت خیلی قشنگیه. چون داریم مووش میکنیم باکساشو، می که چیزایی که اصلا 10 سال باز نکرده بود این باکس ها رو افراد میکرد، یه چیزایی پیدا کرده اصلا مال 30-40 سال پیش. بعد یه چیزی هم پیدا کردیم، اون جاکت و اون ترک سوت تیم ملیمو رضا پیدا کرد، مثلا ویدیوشو فرستاده، خیلی خوشحال شدم. بعد اون وقت تیم ملی من بودم، اون مدالا رو، نمیدونم اون روزنامه ها، اون بعد اون کتاب کشتی کانادا که اومد بیرون، اونا همه شو تو آلبوم ما گذاشته. گفتم همه اونا رو با هم حال میکنیم. یه زمان یه احمق گفت اصلا من کشتیگه نبودم. اونا رو حال میکنیم با اونا بعدن، که فقط یه چیزی بدونیم، فرق کسایی که سکسس درست میکنن با کسایی که نه، اونا که سکسس درست میکنن خود کل شقن. یعنی تو کلشون نمیره که باید معمولی باشن، نمیتونن معمولی باشن، باید عوض بشه. کسی که میره کشتی کار میکنه، خب خیلی ها میرن کار میکنن، فقط یه دونشون قهرمان میشه تو اون سن و سال، درست؟ خیلی هاشون چند تا خوب میشن، میخوان قهرمان بشن، بقیهشون 99% فقط میخوان بدن یه سعی بکنه ببین چی شد.
حالا یکی گفت برو، بابا گفت برو، نمم دایی گفت برو، شاید میخوام تفریح کنم. و یکیشونه که، یکیشون که قهرمان میشه. اون یه نفر تو کلش گذاشته که راه دیگه نیست، نفر دومی وجود نداره، فقط یه نفر وجود داره، فقط طلا. یکی من پرسید تو مصاحبم وقت تو تلویزیون بود بسه Athlete of the Week، ورزشکار هفته، من بوده بودم اونو، گفتش که چی تو موتیویت میکنه تو کشتی؟ گفتم که من هیچ موقع نمیخوام برم بگفتن نفر اول بشم، هیچ زمان تو کلم نبود، من تمام انرژیم این بود که نفر دوم نشم. یه خود فکرشو بکنی، هیچ مورد کلم نبود که طلا دستم بیاد، فقط تو کلم بود که نقره دستم نیاد. خیلی فرق میکنه، بذار بگی فرقشو. اگه تو کلت که بری طلا دستت بیاد، دوم هم شدی بد نیست، نقره هم بد نیست، برونز هم بد نیست، خوبه دیگه، اون هم بد نیستن، طلا نشه حالا نقره هم خوبه. ولی اگر تو کلت که هر کاری که فوکست باشه که نقره دستت نیاد، وقتی که وایسدی اونجا اون مسابقه آخر، یعنی چی؟ یعنی باید کار تموم شه، یعنی کار باید تموم شه، هنوز تموم نشده. پس یه خود کل شقی باید لازمه، حالا شما نداریم یه جور باید پیداش کنیم. دوستان عزیز، نمیخواستم اینقدر طول بکشه، ما شالا ترکوندی خط رو نیا کن، 200 در واو، الان دیدم از اونجا همینجوری گفتم بیام رو خط ببینم چند نفر رو خطم. دمتون گرم واقعا، دمتون گرم، دوستتون دارم، واسه همه 8 سال واسه تون وقت میذارم، واقعا عشق خودتون، دوستتون دارم، همیشه با تون هستم. نذارین کسای دیگه از بیرون بیان شعر و ور بگن این MLM این اونه، که دفعه بعد کسی که حرف مهم نیست کی بوده، کسی که حرف بد داره میزنه بهش نگاه بکنه، دفعه قبل تو چی ساختی که الان این حرف رو داری میزنی؟ اگه الان یه تیم 100,000 نفری ساخته یه عالم داره پول میسازه، کسی که اون کارو کردی حرفا نره بزنه، کسی که تیم 100,000 نفری ساخته نمیره بگه MLM کار نمیکنه، درسته؟ فقط کسایی این حرفا رو میزنن که هیچ کاری نمیکنن. پس اون عقیداتونو از اون شخصا نگیرین، عقیداتونو کسایی بگیرین که الان دارن میسازن، الان سربازن، مثل من سرباز. عقیداتونو از اونا که میسازن. دوستتون دارم. Stay forensic, stay forensic. Forensic بمونین تا بعد. جون. دوستان عزیز. خیلی باحالین. خیلی عشقین. بدون من میتونم اصلا بخونم بعضی از این چیزها رو. آه سانشنیا دیختم بازم. جونم. حالی بود. نرسی عزیزم. دوستتون دارم. سرباز دست، سربازم دست، دست درستش همونه جونم. به به، چقدر همون هند رایتینگ نوشتنی ایران چقدر قشنگه، کاش که میتونستم درست بخونم. یعنی اگه جلوم باشی یواش یواش میتونم برم جلوم، مثل چهار ساله، ولی سخته، خیلی تون داده میره ماشاءالله. خب دوستان وقتتون نگم، دوستان دارم، دیره واسه شما، صبح زود باشین که Smile and Dial امو باکستو بگیریم، پای تلفن Prospect، let's go.